سرخط خبرهای داغ از افغان اکادمی. کشته شدن 4 جنگجوی طالب در ولایت های کاپیسا و پروان. برگزاری نشست مسکو با حضور احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی. قتل مرموز زنان جوان در ولایت های فاریاب و بلخ. به آتش کشیدن یک مرد در ولایت میدان وردک. و اجرای آتش بس 5 روزه میان ارتش اسرائیل و گروه اسلامی حماس. سلام، من اسماعیل امیری هستم و شما بیننده و شنونده اخبار از چینل افغان اکادمی می باشید. کابل. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که دو جنگجوی طالبان را در ولایت پروان و دو جنگجوی دیگر را در ولایت کاپیسا کشته و 3 تن را زخمی کردند. جبهه آزادی با نشر خبرنامه گفته است که این حملات حوالی ساعت 6:45 دقیقه پنجشنبه شب بر منزل دگروال جیلانی، یک تن از فرماندهان پیشین جهادی در منطقه سرحوض ولسوالی جبل سراج ولایت پروان صورت گرفته است. طبق خبرنامه این منزل در جوار مرکز ولسوالی قرار دارد و اکنون اقامتگاه یک سردسته طالبان است که مسئولیت امنیت شاهراه سالنگ را بر عهده دارد. از سوی دیگر جبهه آزادی مدعی شده است که در نتیجه حمله نیروهای این جبهه بر یک پاسگاه طالبان در کاپیسا، دو جنگجوی طالبان کشته شده و یک تن دیگر زخمی گردیدند. جبهه آزادی همچنان با نشر خبرنامه نوشته است که این حمله بر یک پاسگاه طالبان در پل میرویس واقع ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا رخ داده است. این جبهه همچنان افزوده که این حمله حدوداً نیم ساعت دوام داشت، اما گروه طالبان تا اکنون در این زمینه بر رسانه ها چیز نگفتند. مسکو. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در نشست در مسکو گفته است که اکنون کشور بهشت امن ترورستان است. با گزارش اسپوتنیک، مسعود روز پنجشنبه در نشست تحت عنوان افغانستان در میان گذشته و آینده در مسکو گفته است که افغانستان طالبانستان شده است، در حالی که کشور متعلق به یک گروه و یک قوم خاص نیست. وی تصریح کرده است افغانستان سیاچال عمیق برای مردم شده و به بهشت امن برای تروریستان افرادگرای اسلامی و گروه های تبهکار تبدیل شده است. به گفته وی، طالبان حس تعلق را از مردم افغانستان گرفتند و باری کرده خشونت بار همه روزه به تعهداتشان نیز پا می گذارند. مسعود خاطر نشاند کرده است حکومتی که بر مردم خود رحم نکند به منطقه و جهان هرگز رحم نخواهد کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی اضافه کرده است که مردم افغانستان همیشه قربانی دسیسه ها شده اند و جهان نباید بی اعتنا باشد. نشست موسوم به افغانستان در میان گذشته و آینده با میزبانی حزب عادل روسیه که 20% کرسی های پارلمان روسیه را در اختیار دارد امروز در مسکو برگزار شده است. در این نشست شمار زیاد از چهره های سیاسی افغانستان شرکت کردند. نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است که گزارش ها و برخی از اظهارات مقامه های طالبان نشان می دهد که گروه های افراطی و تروریستی متعدد در خاک افغانستان حضور دارند. کابل. اعضای خانواده بهار کریمی می گویند که وی 3 روز پیش از بند طالبان آزاد شده است. محمد کریمی، برادر بهار کریمی، روز پنجشنبه به روزنامه ها گفت که وی در اثر سوء تفاهم توسط طالبان بازداشت شده بود و ساعت 5:30 دقیقه روز یکشنبه از بند این گروه آزاد شده است. به گفته وی، خواهرش با ضمانت و بسیار سختی آزاد گردیده است. میدان وردک. منابع محلی در میدان وردک میگویند که یک مرد در این ولایت توسط افراد ناشناس آتش زده شده و جان باخته است. منابع برسانه ها میگویند که این رویداد صبح روز چهارشنبه در روستای نورخیل در ولسوالی بنچک ولایت میدان وردک رخ داده است. به گفته من به این خبر، این مرد محمد شفیق نام داشت و باشنده روستای نورخیل ولسوالی بنچک این ولایت بود. سازمان ملل. برنامه جهانی غذا می گوید که اکثر خانواده های افغان که از مرز پاکستان عبور می کنند گرسنه، ناامید و نیازمند حمایت قوی هستند.
برنامه جهانی غذا روز پنجشنبه با نشر خبرنامه گفته است که به خانواده های افغان که مجبور به ترک پاکستان هستند کمک های اضطراری در مرز ارائه می کند. به گفته این نهاد، با نزدیک شدن به زمستان سخت و کسر بودجه قابل توجه برای عملیات، کمک به این افراد در تعادل است. هرات. منابع محلی در ولایت هرات می گویند که تفنگداران ناشناس دو عالم دین را در این ولایت تیرباران کرده اند. منابع بر رسانه ها تایید می کنند که این رویداد چاشت روز پنجشنبه در مرکز شهر هرات رخ داده است. منابع از این عالمان دین شیخ رجب اخلاقی و خادم حسن هدایتی نام برده و می گویند که تفنگداران موترسایکل سوار ناشناس آنان را در مقابل مسجد سید الشهدا در منطقه جبرئیلی هرات تیرباران کرده اند. قابل یادآوری است که این دو عالم دین مربوط به مذهب تشیع می باشند. فاریاب. منابع محلی در ولایت فاریاب می گویند که دو زن 35 ساله و 45 ساله به گونه مرموز در ولایت های فاریاب و بلخ به قتل رسیدند. در رویداد نخست تفنگداران ناشناس یک زن 35 ساله را که گلالای نام داشت شامگاه روز دوشنبه در روستای آسیاب فرقه ولسوالی چمتال ولایت بلخ نخست در برابر چشم کودکان و شوهرش لتکوب و سپس تیرباران کرده اند. منابع طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرده و میگویند که این گروه گلالای را به بهانه فساد اخلاقی به قتل رساندند. در همین حال منابع در فاریاب میگویند که تفنگداران ناشناس یک زن را در خانه‌اش در این ولایت به قتل رساندند. این رویداد روز چهارشنبه در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب رخ داده است. تا کنون انگیزه قتل این زن معلوم نمی باشد. طالبان تا هنوز در مورد این دو رویداد ابراز نظر نکردند. درست پیش نیز جسد تیرباران شده یک زن 37 ساله در ولسوالی المار ولایت فاریاب پیدا شده بود. کابل. منابع آگاه می گویند که یک دادگاه طالبان در کابل عبدالرحمن نیازی پسر جنرال نظیر محمد نیازی شهردار حکومت پیشین در بدخشان را به اتهام همکاری و عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان به 5 سال زندان محکوم کرده است. یک منبع معتبر تایید می کند که دادگاه طالبان در کابل روز چهارشنبه درباره عبدالرحمن نیازی حکم صادر کرده است. این حکم در حال صادر می شود که عبدالرحمن نیازی از 19 ماه بدین سو در زندان طالبان بسر می برد. سازمان ملل. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان در پاکستان بار دیگر از حکومت آن کشور خواست تا روند اخراج اجباری پناهجویان افغان و مهاجران اهل افغانستان از پاکستان را در فصل زمستان متوقف سازد. بابر بلوچ سخنگوی این سازمان روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته که این اداره از حکومت پاکستان خواسته است تا در جریان فصل سرما و زمستان مهاجران اهل افغانستان را اخراج نکند، زیرا به گفته وی سرمای شدید کشنده بوده و ممکن جان برگشت کنندگان را بگیرد. او تصریح کرده است: ما در مورد زنان، کودکان و مردان بناچاری صحبت میکنیم که پاکستان را ترک کرده و رهسپار افغانستان هستند. و در خارج از کشور، در پی وقوع دو انفجار جداگانه در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، دو سرباز ارتش این کشور و یک غیر نظامی کشته شده اند. خبرگزاری اناتولی ترکیه گزارش داده است که این رویداد در منطقه وزیرستان شمالی و در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده است که این سربازان مصروف اجرای وظیفه و یک عملیات بر مفیگای اعضای تحریک طالبان پاکستانی بودند که هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفتند. ایران. عزت‌الله زرقامی مسئول پیشین موشکی سپاه پاسداران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حمایت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران از حزب الله و حماس گفته است که مدت را در تونل‌های زیرزمینی در غزه گذرانده ام و در آنجا به نیروهای حماس ساخت موشک را آموزش داده ام. قابل یادآوری است که گروه‌های شبه نظامی مانند حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و همچنان حماس در فلسطین
از تکنولوژی و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده و قابلیت ساخت موشک های دوربرد و کوتاه‌برد را دارند. امریکا. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که دولت امریکا به دقت حماس را زیر نظر خواهد داشت تا از پابندی این سازمان به توافق آتش بس مطمئن باشند. اوراد چهارشنبه در نشست مجازی که برای جامعه یهودیان امریکا سخن می گفت گفته است که دولت بایدن ناظر اجرای توافق حاصل شده میان اسرائیل و حماس است. وی افزوده است دولت از نزدیک همه چیز را زیر نظر خواهد داشت تا مطمئن شود که حماس تا پایان به این توافق پایبند می باشد. و توجه فرمایید به آخرین خبر، آغاز آتش بس کوتاه مدت میان اسرائیل و حماس که امکان آزادی تعداد از گروگان‌ها در غزه و فلسطینی‌های زندانی در اسرائیل را فراهم می‌کرد تا فردا به تعویق افتاده است. بر بنیاد گزارش یورو نیوز، شورای امنیت ملی اسرائیل درست چند ساعت پیش از زمان تعیین شده برای اجرای آتش بس موقت اعلام کرد که هیچ یک از گروگان‌هایی که حماس در اختیار دارد زودتر از روز جمعه 24 نوامبر آزاد نخواهند شد. انتظار می‌رفت که روند آزادی گروگان‌هایی که حماس در اختیار دارد همچنان زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل از امروز پنجشنبه 23 نوامبر آغاز گردد.